سیاره دروغگوها. قول بیشاخ و دام وارد خیابان اصلی شهر میشه، اومده تا نابود کنه. اون میخواد همه چیزو خراب کنه. مردم شهر جیغ میزنن و فرار میکنن. باران ها؟ نیروی هوایی هم هیچ دفاعی نمیتونه بکنه. هیولا ساعت بزرگ شهر رو از جا میکنه و میندازه بین جمعیت. و بعد یک کاپیتان خوشتیپ میاد خانم خوشگله رو نجات میده. خیلی رومانتیک. این نمایش قول بیشاخ و دمه، نه کاپیتان نیکوکار. خب تو نمیتونی همه شخصیت رو با هم بازی کنی. بله، ولی قولا و شگفت انگیزا با هم نمیان. عزیزای من کجایی؟ ایووی؟ مادر بزرگ، حالتون خوبه؟ نگران نباش عزیزم، من خوبم. چه خوشحالم که اینو دوباره دیدمش. خیلی باهاش خاطرات زیادی دارم. بازی باحالیه. این دارت قدیمی رو از کجا پیداش کردین؟ آی مال پدر بزرگتون بوده، اون خیلی دوستش داشت، حتی باهاش عکسم داره. اگه بری اون بالا و برای من اون آلبوم قدیمی رو بیاری، همه رو برات تعریف میکنم. آواز شادی، پیمان و دوستی، تو سفینه پر ماجرا با پنگوئن ها. بی جم کی بود؟ سه دونید پدر بزرگتون اون قدیم ندیما و قهرمان دارت بود. پداش کردم. بفرمایید. آه مرسی عزیزم. خب بذار ببینم کجاست. آه اینا هاشش. اینجاست ببینید. این آقا با کلاه خنده‌دارشون کیان؟ اونا گارد مخصوص ملکه بودند. گارد مخصوص ملکه در قصر ملکه انگلیس. مسابقات جهانی دارت اونجا برگزار میشد و پدر بزرگ شما هم تو شرکت کرده بود. باحال. عجب مسابقاتی بود. یکی بعد از دیگری تمام حریفا رو شکست داد و به فینال رسید. تنها کافی بود یک پرتاب دیگه بکنه و برنده بشه. همه فریاد می زدند تمام به سالون از شادی و هیجان می لرزید و دقیقا در همون موقع چی شد؟ بگیم دیگه. تخت از روی دیوار سر خورد و روی زمین افتاد، ولی پدر بزرگتون ماهرانه دارت رو به هدف زد. عجب پرتاب بی نظیری، واقعا باور نکردنی بود. وای عالیه. شما همه اینا رو خودتون دیدید؟ معلومه که دیدم عروسکم. من خودم این عکس رو ازش گرفتم برای یک مجله انگلیسی. اینهاش، این منم، اینم پدر بزرگی. ماما این چقدر جوان بودی. جوان و پر افتخار. بعد از اون روز پدر بزرگتون لقب سلطان دارت رو به خودش گرفت. این دارت یه قهرمانه. میتونم باش بازی کنم؟ لطفا مامانی. میتونم؟ نه عزیزم، معذرت میخوام، شما هنوز کوچیکید. میترسم خودتون رو زخمی کنید. شاید وقتی بزرگ شدید. خب دیگه حالا پاشید اینو بذارید سر جاش، بعدشم بیاید پایین، میخوایم با هم دیگه ناهار بخوریم. هی باران،
بذارش اونجا رو پله. باشم. من میخوای چی کار کنی؟ میخوام بزنم به هدف. دقیقا مثل پدر بزرگ. ولی مگه مامانی نگفت باش بازی نکنی؟ آره میدونم. ولی مگه اتفاق میفته یه بار بزنم؟ نمیدونم. خیالت راحت باشه. من مواظبم. فقط یک بار. آره یا وای. فقط یک بار. اومدید خوشگلا؟ خراب شد. وای نه، چه اتفاقی افتاده بچه ها؟ خواهش میکنم بهش نگی، یا بگو خودش افتاد. چی؟ من به خاطر تو دروغ بگم؟ خواهش میکنم، تو درد سر میافتم. من که کاری نکردم، تو خودت دست گل به آب دادی. خواهش میکنم، خواهش میکنم. ای وای ببینم این چی شد؟ هیچی، خودش از اون بالا افتاد. ما بهش طرفش چیزی پرت نکردیم، مگه نه باران؟ آره راست میگه، خودش یهو افتاد. خیلی عجیبه، ولی اگر شما میگید من باور میکنم. جدی؟ واقعا؟ البته عزیزم، شما که میدونید انجیل در این مورد چی میگه. دروغ گفتن هر انسانی رو به مشکل میندازه و صداقت همیشه آسون ترین راهه. آره میفهمی که منظورش چیه نه؟ تقریبا. وقتی که دروغ میگی شاید به نظر بیاد راه خوبی رو انتخاب کردی، ولی بعدش حس خیلی بدی داری و انگار که تمام بار دنیا رو روی شونه هات گذاشتن. میفهمی؟ آره دقیقا. خب حالا که میفهمید اینا رو ببرید بذارید بالا سر جاش، بعدم بیاید پایین چون نهار حاضره. تو منو مجبور دروغ گفتن کردی. خوش اومدیم، ببخشید که بیخبر رو گلیزت کردیم. یه موقعیت استرالی، ابری سیاهی دروغگو دوباره دست به کار شده. اشکال نداره، کاپیتان کجاست؟ اون داره خودشو برای ماموریت آماده میکنه. آتیقه مرموز بومو شفاف، دوبار شفاف. سیاره بزرگ یه دروغ بگو از مدار خودش خارج شده و نمیتونه به جای اولیه خودش برگرده. اگه به موقع نرسیم کل سیاره تو کهکشون سرگردونه. مگه نگفتم آریا رو احضار کنیم به سفینه؟ احوال شما؟ میجل، این حیلا رو چرا آوردین به سفینه؟ درباره چی صحبت میکنی؟ در ضمن من فیجلم. آره خواستم امتحانت کنم. آها اینجایی. یه موقعیت استرالی در سیاره دروغ بگو رخ داده، سیاره از مسیر خودش خارج شده. این میتونه به کهکشان صدمه وارد کنه. سیل بشه. آتیش. سیل و آتیش. برقشون قطع میشه. راست میگی؟ چطور ممکنه سیاره به اون بزرگی از خط خارج شه؟ در حالت طبیعی این غیر ممکنه، اما هر چی که هست یکی اونجا کاری کرده که نباید میکرده. به سیاره دروغ بگو نزدیکیم. آماده فرود بشی؟ چند امتیاز دیگه لازم دارم؟ بذار ببینم. 50. یه امتیاز دیگه برنده میشی؟ یکی دیگه؟ نقطه یه ورود. زدم به هدف، بین میگم بازی. میدونم که از چانسی بود. پس سکنه کجان؟ سیاره رو درست اومدیم؟ چرا هیچ کسی جواب؟ آی کی اینو پرتاب کرد؟ بابودم. کی؟
آی چرا از این کارا میکنی؟ سلام به سیاره دروغ بگو، خوش اومدید. خب احوال شما؟ من کاپیتان زیجل هستم و اینا خدمه کشتی من و من میخوام با رئیس شما صحبت کنم. قوی ترینتون، بزرگترینتون و شماره یکتون. پادشاه. البته پادشاه، میدونید شما باید خیلی خوشحال باشید چون من خودم پادشاه هستم. میدونید داشتم تو قصر خودم قدم میزدم با تراش برگزیده خودم و ناگهان دیدم که چند تا مهمون اومدن. تو اصلا شبیه پادشاه نیستی؟ خب لاغر شدم، زیبیرمم زدم، دماغم هم عمل کردم و یه لنزم گذاشتم. خب میدونید خیلی مرده ای روزا این چیزا. جناب پادشاه، فروتنان خدمتتون عرض میکنم که سیاره کوچک شما با سرعت زیادی به سمت ستاره ماه در حرکته و احتمال وقوع تصادف است. نخیر اینجوری نیست. بله هست. خواهش میکنم خونسریتون رو حفظ کنید. احتمال وقوع تصادف هنوز 100% به ثبت نرسیده و اندازه کافی وقت دارید که مسیرتون رو عوض کنید و ما هم مشکل سیل و آتش و برق رو حل میکنیم با خدمات رایگان. کاپیتان؟ آره. عجیبه که خودم ندیدمش. خدا کمکتون کنه به سمت سفینه. کاپیتان ما باید بهشون کمک کنیم. برمیگردی کلید دست منه. شما همگی در خطر بزرگی از بالا هستی. ما به شما هشدار میدیم. چی؟ یه خیانت؟ یه توته؟ این پادشاهی من پادشاهم. بخیر خیلی بده. چی شد؟ تو که گفتی من پادشاهم. بخیر نگفتم. درو گفت. اون یکی میدادی میگه اون پادشاهه. برو کنار رو ببینم. شما قبلا گرتر نبودی با چش سبز و یک فرم دیگه سیبیل و عینک و دماغ بزرگتر؟ بله همینطوره. بله پادشاه من. تو پادشاه نیست، من پادشاه هستم. پادشاه من. فکر کنم اینا یه مریضی گرفتن، هی دارن لاغرتر میشن. جلسه؟ خیلی خوب، قضیه چیه؟ سه تا پادشاه. من این داستانو قبلا شنیدم کاپیتان. من فکر نمی کنم اینا تازه یه خرم تو داستانشون بود. گوش کن، من فکر میکنم اینا همه دروغ میگن. آخه چرا؟ خب پادشاه اصلی چجوری پیدا کنیم؟ فکر کنم باید قصر بزرگ رو پیدا کنیم. کاملا همینطوره، اما اینا همه چاخان میگن، چجوری بفهمیم؟ من یه فکری دارم. قصر دروغ بگو کدوم طرفه؟ شما؟ گل جنوب. جواب جنوب درسته دیگه نه؟ کجا داری میری شما؟ واسیم ببینم کجا میری شما؟ حساب کنید، من نمیتونم به خودم برسم. بپر والا. این باید قصر بزرگ باشه. باقی رهبی قصر بزرگ نیست، خیلی باید بزرگتر باشه. رنگشم بنفشه. تم این نقشه ماهواره‌ای باید تنها قصر این سیاره باشه. تازه ما طرح داخل 10 تا برج دیگرم داریم. این جالب نقشه کش هست. اینه دیگه راست میگه. میدونی فیجل، اهالی این سیاره خیلی تشخیصشون خوبه. اون یکی میگفت تو خوشتیپ‌ترین کاپیتانی هستی که تا حالا تو عمرم دیدم. ولی کاپیتان اونا که راستشو نمیگن بهمون. دقیقا همینو میگم دیگه. چی؟ قربان. بله. یادتون هست به شما گفته بودم که امکان داره که ماه با این سیاره برخورد بکنه، اما الان امکانش خیلی خیلی نزدیکتر شده. پس منظورش اینه که من خوشتیپ نیستم. خیلی خوب قصر رو پیدا کردیم، ولی یه مشکل، از کجا بفهمیم کدوم یکی از اینه پادشاهن؟ خب بسپاریدش به من. توجه، من کاپیتان زیجل هستم و سیاره شما در خطر بزرگی قرار گرفته و ما باید با پادشاه شما صحبت کنیم. پادشاه کجاست؟ آقای زبایی این مسئله تو شرق و غرب خیلی بهتر جواب داد. ای وای نگاه کنید، برج ما اون نگه داشته. به همین خاطر ساختمش. میدونید اصلا نترسید چون توش نسره چینی به کار نبردم. بکنم که تیرهانه خوبی به کار نبردم. من باید برم بیرون. باید بفهمی مشکل چیه. مشکل رو میدونم چیه. چیه؟ ما اینها کاپیتان یه چیزی رو پیدا کردم. نگاه. خب مواظب باش گمش نکنی. باشه، ولی اهالی این سرزمین یه کاری رو به نظرم انجام میدن که باعث سقوط ما به سیاره اونها میشه. اسم این دستگاه چی بود؟ اسمش حقیقت یابه. یک حقیقت یابه فضایی با قابلیت 100%.
من فقط بهش میگم حقگو. اهالی محترم، طبق دستگاه حقگو شما کاری رو انجام میدید که باعث همه مشکلات میشه. چه کاری رو زیاد انجام میدید؟ ما وزنه بدل زیاد انجام میدیم. ولی شما که دست نداری. خب نگفتم که خیلی تو شرفه ایم؟ کاپیتان، به یک نتیجه خیلی علمی و منطقی رسیدم. بروز اتفاق با توجه به اتفاقات داخلی این سیاره بر طبق فاصله متری قریب الاتفاقه. میبینی؟ اصلا نمیدونم داره فارسی صحبت میکنه یا نه. ایجل درست میگه، هر بخونه صحبت میکنن ما نزدیکتر میشه. کدوم کلمشی معنی داد؟ ولش کن، من ردیفش میکنم. اهالی محترم دروغ بگو، محترمانه تقاضا دارم که همگی شما دیگه حرف زنید. ساکت شدن. اهالی، ما مشکل رو پیدا کردیم. فکر کنم شما خوشحال بشید که بدونید تنها چیزی که جلوی حرکت ما رو میگیره سکوت شما تا آخر عمرتونه. خداحافظ، خواهش میکنم خودتون اذیت نکنید. میدونم که توی قلبتون جا دارم. مشکل حل شد. من یک نابغه‌ام. وای وای. اینو دیگه نمیدونم. فکر کنید، فکر. صبر کنید. هیچی، ببخشید، بفرمایید. حالا چیکار کنیم؟ خب، چیکار میتونی بکنی وقتی وزن دنیا رو شنا سنگینی میکنه؟ دیگه دروغ نگید. چی؟ نمیبینید شما نباید دیگه دروغ بگید. من دروغ نمیگیم. شما باید حقیقت رو بگید. دروغگویی هر کسی رو بدبخت میکنه. صادق بودن تنها راه حل مشکله. دروغگویی اشتباس، انگار بار تمام دنیا رو شونهات میاد. کاپیتان آریا درست میگه؟ بیجون، چقدر دیگه دووم میاره؟ متاسفانه فقط برای سه تا دروغ دیگه وقت داریم. میدونستمش. فقط دو تا دروغ دیگه مونده. منو ببخشید، من اهل دروغ گفتن نیستم. یه دروغ. کاپیتان لطفاً، فقط یه دروغ مونده. یکی دیگه. ببین، من فقط میخواستم بگم که خواهش میکنم دیگه هیچ کس دروغ نگه. من پادشاه هستم. این حقیقت داره، من هستم. الان میدونم که به درد این کار نمیخورم، ولی نتونستم در مقابل وسوسه اون دکمه قرمز مقاومت کنم. همه جا ثبت شده بود که فشارش ندید، ولی دادم. تو دکمه رهایی سیارتون از مدار اصلی رو فشار دادی؟ بله متاسفانه، و بعد به همه گفتم که راجع به آن دروغ بگن. در غیر این صورت مشکل پیدا میکردم. از اون موقع شروع کردیم به دروغ گفتن و خیلی احساس بدی بود. میدونم چه حالی داری. کاپیتان، راستگویی سیاره رو به جای اول خودش برگردون. مرسی. همگی باید راستشو بگن. شما میدونین که چجوری باید راست بگین؟ من پادشاه نیستم. این دستمال ما رو دکتر فیجله. سمیلا مصنوعیه. متشکرم. شهامت و راستگویی شما سیاری ما را نجات داد. شما درست میگید عالی جناب. اینا همه باهوش ما. فراموش کنید. از کمک شما ممنونم. و به خاطر سپاسگزاری کشتی شما را آماده پرواز و برگشت به منزل نموده ایم. جناب زیجل، فکر میکنم حس خیلی خوبی بودش که کاملا باید موافقم. خیلی همون به موقع و خوبی بود. نه، منظور من این بودش که حس خوبی بود که راستشو گفتی، مگه نه؟ شمارش معکوب؟ ده، نو، پنج، هفت، شیش، پنج، چهار، سب کنی. هیچی، ببخشید، بزن بریم.
کجا میری؟ دارم میرم پایین پیش مامانی. من دیگه نمیخوام مثل تو دروغ بگم. میرم بهش میگم که تو تخت دادو چجوری شکوندی. نه نرو. ای نه، چرا که نه؟ چون خودم میخوام بگم. مادر بزرگ. بله عزیزم. چی شده عزیزم؟ من تخته دارتو شکستم. اون همینجوری نیفتاد. من انداختمش. دارتو طرفش پرت کردم، بعد اون افتاد. آها. وقتی هم که اومدید بالا، بارانو مجبور کردم برای من دروغ بگه. نه، اون مجبورم نکرد. انتخاب خودم بود. من میتونستم راستشو بگم، ولی دروغ گفتم. خیلی متاسفم. منم متاسفم. خیلی متاسفم. خب میدونی حالا من به شما دوتا چی میخوام بگم؟ نه مامانی. نه مادر بزرگ. من میخوام تو چشماتون نگاه کنم و بهتون بگم آفرین عزیزای من. چی؟ منظورتون چیه؟ میدونی کار آسونی نیست که آدم بخواد حقیقت رو بگه. باید مسئولیت اشتباهش رو بپذیره، خیلی شجاعت به خرج بده. ولی وقتی این کار رو میکنی خیلی حس بهتری داری، مگه نه؟ چرا؟ بله، چرا؟ خیلی بهتره. چون راستش رو گفتیم، مگه نه مادر بزرگ؟ زدی به هدف آریا، زدی به هدف. خدای عزیز دوستا منو ببخش که دروغ گفتم. منو هم ببخش. اکنون بکم کن که همیشه راستشو بگم. مواظب مامانی و مامانا بابام باش و لطفا بارانو هم برکت بده، حتی اگه لجبازی بکنه، چون خواهرم و من دوستش دارم. و این حقیقته. آمین.